به نام خدا، من میرزای صراف هستم از اساتید فرادرس. این قسمت با نمونه گیری در نرم افزار آر در خدمتتون هستیم. تلاش شده که توی این مجموعه ابتدا با مباحث نمونه گیری شما رو آشنا بکنیم و مقدمتاً وارد بحث‌های اساسی و بنیادین توی نمونه گیری بشیم. بعد از اینکه با این مفاهیم بنیادین آشنا شدیم، سپس این دستورات رو می‌بریم داخل نرم افزار آر و اونجا شروع می‌کنیم به مدل سازی این تکنیکی که می‌خوایم پیاده سازیش بکنیم. پس ما اگه بخوایم وارد بحث تئوریک قضیه بشیم، میتونیم یه مقدمه برای بحثای نمونه گیری داشته باشیم. دو تا وضعیت برای ما همیشه تو بحثای مطالعات جامعه و جمعیت ها برامون پیش میاد. یکی این که ما کل جامعه رو در اختیار داشته باشیم و بتونیم اون رو مورد مطالعه قرار بدیم. وقتی که ما تمام جامعه رو در اختیار داریم، مطالعه کل جامعه اصطلاحا بهش میگن تمام شماری. یعنی وقتی ما همه جامعه رو که میخوایم مطالعه بکنیم، کاری که انجام میدیم تمام شماریه. مثلا سازمان سنجش وقتی میخواد در زمینه نتایج کنکور اعمال نظری بکنه و وقتی میانگین میگیره، دیگه نمونه نیست. میانگین نمره کلیه شرکت کنندگان رو در اختیار داره و وقتی که میانگین اون جامعه رو داره در سال مثلا 1396 یا هر سال دیگه، فرق نمیکنه، میتونه اون رو اندازه‌گیری بکنه، 1392 رو میتونه، 1384 رو میتونه، فرق نمیکنه، همه اینها رو داده‌هاش رو به طور کامل داره و وقتی میانگین اون رو حساب میکنه در یک سال مشخص، ما میبینیم که اون میانگین برای کل جامعه که مورد مطالعه قرار داده و نیازی به نمونه گیری نداشته، چون کل جامعه رو در اختیار داشته و اطلاعات اونها همگی موجود بوده و داره در مورد اونها بررسی انجام میده. پس وقتی ما همه جامعه رو داشته باشیم، دیگه تمام شماری میکنیم و نیازی به نمونه گیری نداریم. مشکل کجا رخ میده؟ مشکل اونجای رخ میده که ما امکان مطالعه تمام جامعه رو نداریم و مجبوریم از یک جامعه ای که در مورد اون مطالعه انجام بدیم یه نمونه گیری درستی رو انجام بدیم. یعنی ما بتونیم یه نمونه ای بگیریم که توصیف کننده کلیه اجزای اون جامعه باشه، اون جامعه رو به طور کامل برای ما توضیح بده. خب این اتفاق کی میفته؟ زمانی که ما بتونیم با یک ساختار یا سیستم منظمی نمونه گیری انجام بدیم و طبق اون مکانیزمی که داریم این کار رو به درستی انجام بدیم. پس دو حالت شد. یکی این که ما داریم تمام شماری انجام میدیم، جامعه رو مطالعه میکنیم، نیازی هم به نمونه گیری نداریم. یه زمانی هست امکان مطالعه جامعه رو نداریم و میریم سراغ نمونه گیری کردن. پس این تفاوت حالت تمام شماری و نمونه گیری. حالا بریم مهمترین دلایل نمونه گیری رو ببینیم. دلایل مختلفی برای نمونه گیری میشه اسم برد و از اونها یاد کرد و مهمترین اونها میتونه اولی صرفه جویی در زمان باشه. به لحاظ بحث زمانی، ما اگه زمان رو مد نظر نداشته باشیم، ممکنه اون نمونه‌ای که می‌گیریم دیگه اعتبار نداشته باشه. مثلا ما می‌خوایم یه پژوهشی رو انجام بدیم خیلی سریع در زمینه قیمت‌ها، مثلا می‌خوایم شاخص بهای کالاها و خدمات رو محاسبه بکنیم. پس وقتی وارد نمونه‌گیری می‌شیم و می‌ریم نمونه‌ای از بازارهای مختلف می‌گیریم، کالاها و خدمات رو نماینده‌ای براش انتخاب می‌کنیم و از بازار نمونه‌ای براش می‌گیریم، داریم وارد بحث نمونه‌گیری می‌شیم، چون نمی‌تونیم تمام کالا و خدمات توی بازار رو یا بشماریم یا مورد مطالعه قرار بدیم. پس امکان تمام شماری کالا و خدمات برای ما وجود نداره. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، می‌ریم چند تا کالای خاص و نمونه رو انتخاب می‌کنیم و چون همه اون چند تا نمونه کالا خاصی هم که انتخاب کردیم رو نمیتونیم نمونه بگیریم، به همون میزان میام نسبتی از اون جامعه رو نمونه میگیریم. برای اینکه شفافتر بشه بحث بزنیم، یه مثال بزنم. مثلا وقتی میخوان تو خوراکی ها بحث آب میوه ها رو مورد سنجش قرار بدن، خب نمیرن تمام آب میوه ها رو نمونه گیری بکنن و همشون رو بخورن یا یه نمونه ازش بگیرن، چه امکانش نیست بخوان همچین کاری رو انجام بدن و به لحاظ اقتصادی هم این کار کاملا کار اشتباهیه. بنابراین میان چیکار میکنن؟ به نمایندگی قیمت آب میوه ها پرطرفدارترین آب میوه مورد نمونه گیری قرار میگیره. اون پرطرفدارترین آب میوه ای که توی بازار موجود هست آب پرتقال هست. پس نماینده ی آب میوه ها برای نمونه گیری آب پرتقال هست. و چون ما همه آب پرتقال های توی بازار رو هم باز نمیتونیم مطالعه بکنیم، میریم به طور نمونه بخشی از این آب پرتقال ها رو حالا بسته به اون مرکز عمده فروشی یا خرده فروشیه، اونها رو قیمتش مورد نمونه گیری قرار میدیم و اون قیمت ها رو در سامانمون ثبت میکنیم و بعداً حالا اگر مثلا در بانک مرکزی باشین یا مرکز آمار باشین یا جاهایی که این گزارشات رو تهیه میکنن، به اون مراجعه میکنید و بر اساس اون شروع میکنید داده هاتون رو مدل سازی کردن.
مورد بعدی بحث صرفه‌جویی در هزینه است. نه تنها بحث زمان رو بالا مطرح کردیم و امکان این نبودش که توی اون بازه زمانی مثلا توی یک ماه اخیر رو مثلا می‌خوایم تفاوت قیمت‌ها رو ببینیم، بحث زمان خیلی برامون مشخصه. یه بحث دیگه هست صرفه‌جویی هزینه است. یعنی ما تو قسمت قبل گفتیم مثلا من می‌خوام شاخص بهای کالا و خدمات رو توی فروردین می‌خوام ببینم، بعد مثلا میخوام 6 ماهه ببینم، 3 ماهه ببینم. پس بحث زمان رو اینطوری داریم وارد مدل میکنیم. مورد بعدی که داریم صرفه‌جویی تو بحث هزینه ای ما هست. بحث هزینه‌ش هم هست. یعنی ما نه تنها بحث زمان رو داریم، بحث هزینه اونم به شدت مطرحه. یعنی ما امکان این که بخوایم کل کالا و خدمات رو به لحاظ هزینه ای هم اجرا بکنیم، این کار برامون مقدور نیست. و هر نمونه گیری که انجام میدیم معمولا چون با تخریب نمونه هم همراه هست، نمونه ممکنه خراب بشه. اگر مثلا خط تولید باشه، نمیتونیم همه خط تولید رو نمونه گیری بکنیم. کاری که باید انجام بدیم این هست که یک مکانیزمی تعریف بکنیم که بر اساس اون مکانیزم ما نمونه‌مون رو استخراج بکنیم. پس اون چیزی که خیلی برای ما مهمه بحث صرفه‌جویی توی هزینه است. گاهی اوقات می‌بینیم که شمردن کل اون جامعه برای ما خیلی هزینه بره و به لحاظ بودجه این کار رو نمیتونیم انجام بدیم. مثلا می‌خوایم در مورد کل کشور ایران این کار رو انجام بدیم، اما به لحاظ نیرو، توان، نیروی متخصصی که بره نمونه بگیره، بودجه‌ای که اصلا باید ما بدیم، به هر حال دستمزد می‌گیرن اون کسایی که این کارای نمونه گیری رو انجام بدن. اگه یک فرد باشه، مگه یک فرد چند تا نمونه میتونه بگیره؟ منظورم اینه که خودتون اگه بخواید انجام بدید. اتفاقی که میفته این هست، ما برای اینکه صرفه‌جویی توی هزینه بکنیم، طبق یه مکانیزم مشخص شروع میکنیم اینها رو تعریف کردن و بر اساس این تعریفی که انجام میدیم شروع میکنیم به مدل سازی. پس یکی از کارهای دیگه که نمونه گیری به ما کمک میکنه کاهش هزینه هامون است و کار ما رو امکان پذیر میکنه. مورد بعدی عدم امکان تمام شماری. مثلا ما